به نام خداوند یکتا و درود بر شما. به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 20 ماه صبر سال 1402 خورشیدی است. سرخط خبرها: بازداشت نزدیک به 1000 تن در اعتراض های پاکستان. تا اکنون در نتیجه اعتراض های خشونت آمیز هواداران عمران خان 7 معترض جان باخته و بیش از 30 نظامی این کشور زخم برداشتند. هم کسی سبی نیدارده. ما از هیچ چیزی نمی ترسیم، حتی از مرگ. اینجا هستیم و میمونیم تا هنگامی که عمران خان را آزاد بسازند. دیروز ظلم بزرگ به ما کردند، از خط سرخ ما گذشتند. نگرانی بلینکن از ممنوعیت کار و آموزش بانوان در افغانستان. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورهای اسلامی درباره منع آموزش زنان در افغانستان دیدگاه متحدانه دارند. زمانی که طالبان ممنوعیت‌های محدودکننده‌ای را برای تحصیلات عالی زنان وضع کردند، دولت‌های سراسر جهان اسلام با این استدلال که اقدامات آنها خلاف باورهای اسلامی است، این تصمیم طالبان را محکوم کردند. خواست امیرخان متقی بر تعامل جهان با امارت اسلامی. او میگوید جهان نباید حیثیت سیاسی افغانستان را به گروگان بگیرد. تعامل با افغانستان به نفع مردم افغانستان است و همچنان به نفع جهان است. روابط دیپلماتیک افغانستان در گروگان گرفتن یه رای حل نیست. مشکل تراشی پاکستان در بخش صادرات کالاهای افغانستان. همزمان وزارت صنعت و تجارت میگوید با پاکستان بر ایجاد روابط و هماهنگی خود در زمینه تجارت و ترانزیت توافق کردند. و واکنش ها به اجرای حکم اعدام ها در ایران. من شمس امانی میزبان شما هستم. وقت شما بخیر. به دنبال اعتراض های هواداران عمران خان، نیروهای نظامی پاکستان نزدیک به 1000 معترض را بازداشت کردند. بر بنیاد گزارش ها تا اکنون در نتیجه اعتراض های خشونت آمیز هواداران عمران خان 7 معترض جان باخته و بیش از 30 نظامی این کشور زخم برداشته اند. نخست وزیر پیشین پاکستان روز پیش هنگام بازداشت شد که برای پاسخگویی به دادگاه حضور یافته بود. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که هرج و مرج ها در پاکستان اثرهای منفی بر افغانستان نیز خواهد داشت. یک روز پس از بازداشت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان از سوی نیروهای ویژه این کشور، هزاران تن از هواداران او در شهرهای گوناگون به شمول لاهور، کراچی و راولپندی دست به اعتراضهای خشونتبار زده و خواهان آزادی عمران خان از زندان شدند. دیروز ظلم بزرگ به ما کردند، از خط سرخ ما گذشتند، اما نباید انتظار داشته باشند که ما خاموش بشینیم. ما به دولت درس خواهیم داد که در تمام عمر از یاد نبرد. هم کسی سبی نیدارده. ما از هیچ چیزی نمی ترسیم، حتی از مرگ. اینجا هستیم و میمونیم تا هنگامی که عمران خان را آزاد بسازند. وکیل عمران خان میگوید که دستگیری عمران خان بازداشت نه، بلکه آدم ربایی است. مسئله نخست این است که بازداشت یک دستگیری عادی نیست، بلگونه از آدم ربایی است. نکته دوم این است که چگونگی بازداشت او نشان می دهد که در حال حاضر در پاکستان قانون اساسی وجود ندارد. هواداران عمران خان شب گذشته به مقر فرماندهی ارتش این کشور در شهر راولپندی نیز هجوم برده و خانه فرماندهی ارتش شهر لاهور را به آتش کشیدند. به نقل از خبرگزاری رویترز، در جریان اعتراضهای خشونت آمیز تا اکنون بیش از 30 نظامی پاکستانی زخمی شدند. یه گرفتاری جو ہے یہ اگر معترضان پس از دستگیری عمران خان به اختلافات امنیت و آرامش مردم بپردازند، با آنان برخورد جدی خواهد شد. با آنان اجازه نخواهیم داد تا جاده ها را مسدود بسازند. در حالی که پاکستان با چالش های اقتصادی نیز روبرو است، هرج و مرج های کنونی سبب افزایش ارزش دلار در برابر روپیه پاکستانی شده است. اما پیامدهای ناآرامی پاکستان به افغانستان چه خواهد بود؟ بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان میتواند که بالای اقتصاد افغانستان هم تاثیر منفی داشته باشد، چرا که پاکستان یکی از بهترین شرکای اقتصادی افغانستان در منطقه در قسمت صادرات و واردات میباشد. وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان با پخش خبرنامه از ایجاد اختلافات داخلی در پاکستان ابراز تأسف کرده و از حامیان عمران خان و دولت پاکستان خواسته است تا از خویشتنداری کار گیرند.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که کشورهای اسلامی درباره منع آموزش زنان در افغانستان دیدگاه متحدانه دارند. به گفته آنتونیو بلینکن، کشورهای اسلامی همه مخالف ممنوعیت آموزش دختران در افغانستانند و گفتند که این مسئله هیچ توجیه دینی ندارند. در این میان برخی از عالمان دین، دانشجویان و دانش آموزان از حکومت سرپرست میخواهند که هرچه زودتر زمینه آموزش را برای دختران در کشور فراهم بسازد. فرشاد داریوش جزئیات میدهد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس خبری با نگرانی از وضع محدودیت ها بالای زنان و دختران افغان می گوید که پس از وضع این محدودیت ها دولت های سراسر جهان اسلام در مورد منع آموزش زنان علیه طالبان قرار گرفتند و این اقدامات طالبان را خلاف باورهای اسلامی می دانند. زمانی که طالبان ممنوعیت‌های محدودکننده ای را برای تحصیلات عالی زنان وضع کردند، دولت‌های سراسر جهان اسلام با این استدلال که اقدامات آنها خلاف باورهای اسلامی است، این تصمیم طالبان را محکوم کردند. علمای حقوق اسلامی نیز اقدامات طالبان را محکوم کردند و خاطر نشان کردند که قرآن به زنان و مردان حق آموزش می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز در یک نشست خبری با اشاره به نشست دوحه که سوی دبیر کل سازمان ملل متحد بر روزهای اول و دوم ماه می در قطر درباره افغانستان برگزار شده بود، میگوید که میزبانی قطر از این نشست از بهر برآورده ساختن خواستهای مردم افغانستان به ویژه تامین حقوق اقلیت‌ها و زنان در افغانستان بود. میزبانی قطر از این جلسه در مورد شیوه کمک قطر به استقرار و توسعه افغانستان و حمایت از گفتگو برای تحقق خواستهای مردم افغانستان برای رسیدن به زندگی با کرامت و پیشرفته و حفاظت از اقلیت‌ها به ویژه حقوق زنان صورت گرفت. همزمان با این، برخی از عالمان دین، دانشجویان و دانش آموزان فرا گرفتن آموزش را از حقوق اولیه‌شان می‌دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه آموزش را برای دختران در کشور فراهم بسازد. صرف نظر از این که بیرونی‌ها در مورد حق تعلیم و تحصیل زنان افغانستان چی می‌گویند، این مسئولیت وجیبه شرعی و ملی حکومت سرپرست است تا بدون تأخیر دروازه‌های مکاتب و پوهنتون ها را بروی دختران افغانستان، یعنی نیمه پیکری از جامعه افغانستان، باز نماید. متاسفانه که ما از کاروان علم بعقب میمونیم و این به ضرر افغانستان و مردم افغانستان است. حکومت سرپرست برای ما وعده سپردند که مکاتب و دانشگاه ها تا ادلاع ثانی تعطیل می باشد. دختران منتظر هستند که بالاخره دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برویشان باز شود. این در حالی است که بیش از 600 روز هست مسدود ماندن دروازه مکتب ها و بیش از 140 روز هست مسدود بودن دانشگاه ها بر روی دانشجویان در کشور می گذرد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی، در اینستیتوت مطالعات استراتژیک پاکستان گفته است که ممنوعیت دختران از دیدگاه اسلام حرام نیست و این مسئله همیشگی نیست نخواهد بود. از سوی دیگر، سرپرست وزارت معارف علت اجازه نیافتن دختران بالاتر از صنف ششم را به مکتب ها آماده نبودن شرایط مناسب می داند. سید حبیب الله آقا که به پنجشیر رفته می افزاید، تصمیم نهایی درباره بازگشایی مکتب های دختران را عالمان دین خواهند گرفت. با این حال مقام های محلی پنجشیر می گویند که قرار است مدرسه جهادی در این ولایت ساخته شود و در آن بیش از 1000 تن سرگرم آموزش خواهند شد. نزدیک به 20 ماه از بسته ماندن دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در کشور می گذرد و تا هنوز هم اجازه رفتن به مکتب ها داده نشده است. سرپرست وزارت معارف که از بهر ایجاد مدرسه جهادی به پنجشیر رفته است، علت بسته ماندن دروازه های مکتب ها را برای دختران نبود شرایط مناسب برای دختران دانش آموز می داند. حالا شرایط نامساعد است. وقتی که شرایط مساعد شود، طبق احکام شریعت ان شاء الله تعالی به همکاری ملت و علما کرام. به گفته او، درباره بازگشایی مکتب های دختران علمای کشور تصمیم نهایی خواهند گرفت. این مسئله هم با علما سپرده شده. وقتی که علما در بین خود مشوره کردند و اجماع کردند، اتفاق کردند، به هر چیزی که اتفاق کردند، مسئولین امارت اسلامی انشاءالله فرمودات علما را عملی احساس. در همین حال، مقام های محلی ولایت پنجشیر از ایجاد مدرسه جهادی در این ولایت استقبال می کنند و می گویند که این مدرسه گنجایش بیشتر از 1000 دانشجو را خواهد داشت.
ولایت پنجشیر در قطار همه ولایت افغانستان یکسان سهم داده شده. یک مدرسه جهادی به مقدار 1000 طالب منظوری برای ولایت پنجشیر. دروازه دیگر باز کردن که اگر یک کسی مکتب خوشش نمیده، اگر یک کسی پاندون خوشش نمیده، جای بهترین خوشایند و بستری بسیار راحت برش مدرسه هست. امیدوار هستیم که از این مدرسه استفاده اعظمی کرده باشیم. سرپرست وزارت معارف افزود که به دستور رهبر امارت اسلامی در تمامی ولایت‌های کشور مدرسه جهادی ایجاد شده است و در آن برای جوانان نصاب درسی دوره پیشین امارت اسلامی آموزش داده می شود. امیرخان متقی میگوید که جهان باید به جای فشارهای سیاسی راه تعامل را با امارت اسلامی در پیش بگیرد. سرپرست وزارت خارجه که تازه از سفرش از پاکستان به کشور برگشته می افزاید جهان نباید حیثیت سیاسی افغانستان را به گروگان بگیرد، زیرا این مسئله راه حل چالش‌های کنونی کشور نیست. فاطمه ادیب جزئیات می‌دهد. سرپرست وزارت خارجه پس از پایان سفرش از پاکستان در سخنان در یک نشست تعامل جهان با افغانستان را به سود مردمان کشور می داند. به باور امیرخان متقی فشارهای سیاسی و اقتصادی جهان بر افغانستان زیانبار است و جهان به جای فشارها راه تعامل را در پیش بگیرد. تعامل با افغانستان به نفع مردم افغانستان است و همچنان به نفع جهان است. فشار آوردن به مردم افغانستان و سرمایه افغانستان را منجمد کردن یا حیثیت سیاسی افغانستان، روابط دیپلماتیک افغانستان در گروگان گرفتن یه رای حل نیست. این مقام امارت اسلامی از بهبود روابط کابل با کشورهای منطقه اطمینان می‌دهد و می‌افزاید که در نشست سه جانبه در پاکستان بر جلوگیری از مداخلات سیاسی در مسائل افغانستان و همچنان ثبات و بازسازی در کشور تاکید ورزیده شد. د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې د مخنیوي او د افغانستان د ثبات او بیا رغونې ته د ودې ورکولو په ضرورت هم ټینګار وشو. اما راه بهبود تعامل جهان با حکومت سرپرست در چیست؟ زمینه های برگشت دوباره دختران را به مکاتب فراهم بسازند و همچنان در بخش ایجاد حکومت فراگیر ملی که یکی از خواستهای مهم توافقنامه دوحه و همچنان خواست مردم افغانستان است، به اشتراک اقشار مختلف و نماینده های واقعی مردم گام های عملی بردارند. همزمان با این سرپرست وزارت صنعت و تجارت که در حال حاضر در پاکستان به سر می برد انتظار می رود روی برخی مسائل بازرگانی، ترانزیتی و اقتصادی با مسئولان پاکستانی گفتگو کند. اما اتحادیه اروپا درباره تعامل با امارت اسلامی میگوید که حکومت سرپرست شرایط به رسمیت شناسی را تکمیل نساخته. نماینده اتحادیه اروپا در اعلامیه افزوده که جهان از بحر رسیدگی به چالش‌های مردم افغانستان به تعامل دیپلماتیک با افغانستان ادامه خواهد داد. این در حالی است که امارت اسلامی همواره گفته حکومت سرپرست شرایط به رسمیت شناسی را تکمیل ساخته. بنفشه بینش بیشتر میگوید. در حالی که امارت اسلامی همواره از جهان به علت به رسمیت نشناختن امارت اسلامی انتقاد کرده است، اما اکنون اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته است که حکومت سرپرست شرایط به رسمیت شناسی را تکمیل نساخته است. توماس نیکلاسون در این اعلامیه افزوده است که هرچند طالبان شرایط به رسمیت شناسی را برآورده نساخته اند، اما اتحادیه اروپا از بر رسیدگی به چالش های مردم افغانستان به تعاملش با امارت اسلامی ادامه خواهد داد. شرایط فراهم نیست که جامعه بین المللی حکومت سرپرست را به عنوان یک دولت قانونی به رسمیت بشناسد، اما تعامل با مقامات قانونی و دیگر افغان ها باید برای حل چالش های مشترک ادامه یابد. اروپایی اتحادیه باید په بیلابیل برخو کې افغان ولس سره مرسته وکړي، بلخصوص په اقتصادي برخه کې بشری مرسته او په تعلیمی برخو کې هم افغانانو سره مرسته وکړي. به باور این مقام اتحادیه اروپا، ممنوعیت زنان و دختران از آموزش و کار پیامدهای زیانباری را به دنبال خواهد داشت و این مسئله سبب عقب مانی افغانستان خواهد شد. او ادعا کرده است که در اوضای کنونی شماری از پسران دانش آموز نیز از آموزش به دور مانده اند. خواست من از جامعه جهانی و اتحادیه اروپا این است که مردم افغانستان را تنها نگذارند و زمینه کار و آموزش را برای زنان و دختران افغان فراهم سازند. اما امارت اسلامی همواره گفته است که حکومت سرپرست شرایط به رسمیت شناسی را تکمیل کرده است.
بزرگترین مسئولیت جامعه جهانی مخصوصا اتحادیه اروپا در قبال مردم افغانستان ایجاد زمینه گفتمان بین الافغانی، اجماع سیاسی و توافق سیاسی میان اطراف مختلف برای بیرون رفتن افغانستان از بحران فعلی است. در اعلامیه همچنان آمده است که در حال حاضر هیچ عضو اتحادیه اروپا در افغانستان سفارتهایش را بازگشایی نکرده است. اما اتحادیه اروپا خواهان روابط دیپلماتیک با کابل است. نمایشگاه دو روزه کتاب در کابل برگزار شده. برگزار کنندگان نمایشگاه هدف از برگزاری چنین نمایشگاه ها را ترویج فرهنگ کتابخوانی در کشور می دانند. همزمان شماری از هنرمندان و کتاب فروشان از امارت اسلامی می خواهند تا از بانوان در کشور پشتیبانی کند. به ادامه خبر شش یک بار دیگر خوش آمدید. به گفته وزارت صنعت و تجارت در بخش ترانزیت کالاهای پاکستانی از راه افغانستان سهولت های فراهم شده. سرپرست این وزارت افزوده که او در سفرش به پاکستان با بازرگانان این کشور درباره مسائل بازرگانی و ترانزیتی گفتگو کرده. با این حال برخی از بازرگانان میگویند که پاکستان همواره در فصل صادرات کالاهای افغانستان مشکل تراشی میکند. آمنه حکیمی گزارش میدهد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت دیروز با شمار از بازرگانان در کراچی پاکستان دیدار کرده و درباره مسائل بازرگانی، ترانزیتی و حل چالش های بازرگانان در بندر کراچی گفتگو کرده است. اکنون سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید با پاکستان بر ایجاد روابط و هماهنگی خوب در زمینه تجارت و ترانزیت توافق کردند. دو طرف روی مسائل مختلف صحبت نمودند. من جمله آوردن سهولت ها در روند ترانزیت کالاهای دو کشور به کشورهای منطقه و جهان و همچنان فراهم آوری سهولت در تجارت و برنامه 24 ساعت ساختن بنادر است. در همین حال برخی از بازرگانان میگویند که در حال حاضر برای افزایش میزان داد و ستد افغانستان با پاکستان باید تسهیلات لازم در گمرک‌های کشور فراهم شود تا مشکلات بازرگانان در گذرگاه‌ها حل شوند. زمونږ کوم اپټا قرارداد چې پاکستان سره 12 کال مخکې شوی دی، دغه قرارداد کې تقریبا 90% پاکستان په نفع دی. او کار دا دی چې دغه قرارداد دوباره تمدید شي. در بخش صادرات تعرفه‌های گمرکی و همچنان تعرفه محصول گمرکی میوه‌جات و سبزیجات ما را کاهش بده. همزمان با این روزنامه دان پاکستان گزارش داده است که حجم تجارت دو جانبه با افغانستان به علت عدم دلبستگی و هماهنگی میان نهادهای گوناگون دولتی فعال در تورخم، میزان داد و ستد میان دو کشور از طریق بندر تورخم کاهش یافته است. تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان تجارت کم دی، یعنی که چیرته اسانتیاوې ایجاد شي او په دغه بنادرو کې یا د پالیسیو کې تغییر راشي او پالیسی اسانه شي، بنادرو کې تسهیل راشي، نو دا امکان شته ده چې دغه تجارت نور هم زیاد شي. بر بنیاد گزارش ها مواد خوراکی، دوا و ابزارهای برقی از مهمترین کالاهای صادراتی پاکستان به افغانستان هستند. اما از افغانستان بیشتر قالین، میوه های خشک، زغال سنگ و فراورده های کشاورزی به پاکستان صادر می شوند. همینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهیتان سپاسگزارم. وقت بخیر. خدا نگهدار.